با شب موسیقی لحظات خوش داشته باشید. با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. عرض ادب دارم خدمت شما عزیزایی که همیشه منتظر برنامه شب موسیقی هستین و امیدوار هستم که ما با پخش برنامه شب موسیقی تانسته باشیم شما را لحظات سرگرم نگه داشته باشیم. عزیزا، به سلسله دعوت از هنرمندا یا آوازخوانای محلی خان کشور عزیزم افغانستان، امشب نیز خوشبختانه یک مهمان بسیار خوب و خوش آواز محلی را با خود دارم که اینا همی جان امانی هستن. تشکری میکنم که به برنامه ما تشریف آوردین، بسیار خوش آمدین، امیدوار هستم صحت و سرحال باشین. تشکر. یک سلام خاص دارم خدمت شما و حاضرین در تالار. جهان سپاس. فقط همقدر حمید جان، چیز دیگه گفتنی ندارین؟ سلام، عرض ادب. قربان شما، یک جهان سپاس. فکر کنم در کدام برنامه رفته بودی خسته معلوم میشی، خدا نخواسته. بخر خودتان شاید معلوم باشه دیگه، به دوستا معلوم است. زین از افغانستان مفلاف ریمان است. خب مقصد همی خوبی است که شما مصروف باشین. هنرمند اگر بیکار شد باز نقص داره. تشکر. همیشه مصروف باشه، سرگرم باشه، خوشحال می باشه. بله. بسیار خوب. حمید جان امانی، اولین سوالی که در ذهنم میگرده نام امانی است. تخلص امانی که شما بالای نامتان گذاشتین. شما کدام قرابت با آقای امانی دارین؟ من آقای امانی استادم است. من شاگرد رسمی اونا هستم. بسیار عالی. مدت چند سال میشه که شما شاگردی از اونا را کردین؟ ما تقریبا زیاد میشه دیگه، 7 سال 8 سال میشه. بسیار خب. فقط آقای امانی استاد شما بوده یا استادای دیگه هم داشتین در موسیقی؟ پدر جانم هم کردم کمک میکنن دیگه اونام، ولی استادم باز. بسیار عالی. از چند سالگی رو به موسیقی آوردین علاقمند و علاقمند موسیقی شدین، شوق موسیقی به سرتون زد؟ موسیقی من بسیار خرد بودم که موسیقی را خوش داشتم که بنوازم یا بخوانم. بسیار وقت میشه میخوانم. بسیار خب. دقیق نمیفهمین دیگه که دقیق شاید 14-15 سال شده من. بسیار عالی. در طول از این 15 سال اگر به یاد داشته باشین چند آهنگ دارین و اولین آهنگی که خواندین کدام آهنگ بود؟ اولیش رو یادم نیست. آهنگای زیاد خواندیم دیگه، زیادش از استادم هم میخوانم. دقیق دیگه. خب بسیار خب. خیمیریم یک آهنگ از خودت میشنویم، درست است؟ درست است. دوست عزیز تشویق کنین هنرمند عزیز ما. داهش دو چارم شد این چار با من بخشید، دیوانگی و مستی و بدنامی و رسوایی. شب در کوی آن جانان نبودم، با یاد روی گل دیوان نبودم. اگر مستی کنم ای بم نگوید که شب تا سار در می خانه بوده. اگر مستی کنم ای بم نگوید شب تا سار در می خانه بوده. دیگر یارت نمیشه، دیگر یارت نمیشه، وفادارت نمیشه، وفادارت نمیشه، مغمخارت نمیشه، مغمخارت نمیشه. برو دستت خلاص هر جا که میری،
دست خلاص نگاهی سرسری کردی بسوزی با حق کافری کردی بسوزی میان سجوان دیوادو با من جادوگری کردی بسوزی میان سجوان دل با تو دادم با من جادوگری کردی بسوزی دیگر یارت نمیشم دیگر یارت نمیشم وفادارت نمیشم وفادارت نمیشم مخم خارت نمیشم مخم خارت نمیشم براو دستت خلاص هر جا میری براو دستت خلاص هر جا شبه حسوس دل گفتم قلم را بیا تری رو کن غمای دلم را قلم گفتا برم بیچاراشم ندارم طاقت این کوی غم را قلم گفتا برم بیچاره عاشق ندارم طاقت این کوی غم را دیگر یارت نمیشم وفادارت نمیشم دیگر یارت نمیشم وفادارت نمیشم مخم خارت نمیشم مخم خارت نمیشم براو دستت خلاص هر جا بمیری براو دستت خلاص هر جا بمیری براو دستت خلاص هر جا بمیری تنامی سبک میخوانی حمید جان عزیز یا در پهلوی سبک محلی میخوای سبکای دیگر هم پیش ببری؟ پیش میبریم کم کم دیگه ولی خوشدارم باز موسیقی محلی است. بسیار خوب.
از کدام سن و سال خودت علاقمند شدی به موسیقی که فکر کردی که میتونی هنرمند شوی؟ من تقریبا 9 سالم بود که میخوندم. 9 ساله بودی؟ آه. بسیار خوب. خب سلسله صحبت‌های ما با حمید جان عزیز همچنان ادامه داره، ولی قبل از او یک وقفه بسیار کوتاه. جای نرین. ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. یک سلام مجدد خدمت او عده دوستایی که جدیدن با ما پیوستن. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین و مهمان امشب برنامه ما حمید جان امانی هستن. یک آهنگ بسیار زیبا اجرا کردن، واقعا بسیار مقبول بود و کیفم کرد. مرا خود زیاد کیف کرد. خودت وقتی که میخوانی از آهنگات کیف میکنی؟ آوازخوان اگر خودش کیف نکنه چه وقت؟ واقعا من بیخی هم نظر هستم با شما. باید اول خودت کیف کنی. واقعا. خب در نواختن آلات موسیقی به جز از هارمونیم دیگه به کدام آلات موسیقی دسترسی داری؟ رباب مینوازم. رباب میتونی بنوازی. در کمپوز ساختن چطور هستی؟ کمپوز هم گاهی ساختی؟ همیشه ساختم و کم کم میسازم. بس کمپوزای تنها خودت میخوری یا برای هنرمندای دیگه هم دادی؟ فعلا خب برای خودم جور میکنم که بخوانم. بسیار خب، خودت میخوانی و فقط بله. برای خود جور کردی. و شعرها چطور است در انتخاب شعر؟ خودت انتخاب میکنی شعر یا از کس دیگه هم مشوره میگیری؟ خودم هم انتخاب میکنم، از کسای دیگه هم نظر دوستا معتبر است، از کسای دیگه هم میگیرم. بسیار خوب. حمید جان عزیز، خودت در برنامه محفلای خوشی تبیز به خیالم که اشتراک میکنی؟ زیاد. بسیار خوب. کدام خاطری جالب اگر از میان از این برنامه داشته باشی؟ من مطمئن هستم که هر شب شاید به برنامه باشی، ولی بعض اوقات رخ میده که یک حادثه رخ میده یا یک خاطری جالب واقع میشه در یک برنامه. اگر همچه خاطری به یادت باشه میشه با ما شریک کنی؟ من یک خاطره جالب داشتم. یک وقت در یک سالون میخواندم در روسی در یک هتل، یک نفر روی صفحه ششته بود روبروی خودم، گفت نخواندی. گفتم چی را نخواندم؟ گفت بفهم دیگه چی را. من میگم البته روی صفحه دست شاید میگه شمالی بخوان یا چاربیدی بخوان یا همین چیزا. من یک چاربیدی خواندم برش، باز گفت نخواندی. چی را میخواستم؟ چی را میخواستم؟ خب باز گرفتم یک چاربیدی هم بایی خواندم، یعنی میرقم یکان چیزای قدیم قدیم. آخر وقتی که خلاص شد، من گفتم بدلت شد دیگه، اوکی شد. گفتم نه، چیزی را که من میگم تو نخوندی. گفتم چی را نخوندی؟ گفت نماز نخوندی. برای ما بسان. من میفهمم چی فکر کردم، که البته کدام آهنگ دیگه است که شاید بچه های جوان یا نوجوان ها خوش داره. ما میرا فکر کردم، گفتم شاید تو کوانسال است چیزای قدیم خوش داره برش بخوانم. مگم خوب آدم بود، گفتم نماز نخوندی. نماز نخوندی. من گفتم حالا میگه که درد دندان چرا نخوندی. یعنی تو یک چیز. بسیار خوب. حمید جان عزیز، برای اجرای برنامه‌ات خارج از کشورم سفر کردی. در افغانستان خود مطمئن هستم شاید کل ولایت‌هاش گشته باشی برای برنامه. جانا کلش گشتیم دیگه، بیرون از افغانستان هم رفتیم. کجا رفتی؟ من یک کنسرت ایران رفتم. بسیار خوب. دیگه فعلا یک کنسرت دبی رفتم. نام خدا. تجربه‌تون چطور بود اونجا؟ افغانایی که در اونجا هستن خارج از مرز کشور عزیز زندگی میکنن، اونا چه قسم رویه دارن با هنرمندای خود؟ چه قسم تشویق میکنن؟ احساسشان چطور است در مقابل هنرمندایشان؟ ما کسایی که بیرون از افغانستان هستن زیادتر برشان علاقمند هستم، دوستشان دارم که اونا مسافر هستن، دور هستن، و یگانه خاطره خوش که از اونا دارم کلگی موسیقی مالی را زیاد خوش داره، ولی اون مردم بیخی دیگه بیعت دوست دارن. واقعا راست میگین. خسته شدین از موسیقی غربی و چیزا، همیشه مالی هم یک دبله و هارمونا هم باشه تو را مشنون. واقعا راست میگین، موسیقی اصیل میخواین. اصیل افغانستان بشنون. خب اگر چی سوال باید پرسان نکنم از پیش، چون خودت محلی خان هستی طبیعی است که محلی را زیاد برش رای میتی. بله. ولی اگر فکر کنیم که محلی خان نمی بودی، منعیس یک فرد عادی اگر قضاوت بکنی، موسیقی محلی خوب است یا موسیقی غربی؟ موسیقی مالی هم خوب است، موسیقی غربی هم که امو رقم غرباک می نوازن، اون امو رقم اگه نواخته شود شاید یک چیز خوب باشه به شکل اصیلش. به شکل اصیل. ولی بعضی ها را می بینی که یک رقم تو دلخراش می نوازن. نه راست میگید، راست میگید، هر چیز به امو رقم خودش نواخته شود و خوانده شود کیفیت داره و لذت. حالا ما کسایی که میان ما را بو کنن یا محفل ببرن میگه بخی خسته شدیم،
اسپیکرهای زیاد و موسیقی های غربی ویخی مردم یک ذرگک خسته کرده و موسیقی نوازهای غرب ما و شما هم خوب موسیقی نوازها بودک قدیمای ما چرا هم موسیقی نوازهای خوب بودن واقعا اونا اصیل غربی می نواختن حال یک کمک یک ذرگک باید کوشش کنن بسیار در کاری که هستن باید کوشش واقعا راست میگین راست میگین اگر اجازه شما باشه و اجازه حاضرین محترم باشه و اگر نوازنده عزیز با ما هم کاری کنن من میخوام یک آهنگ خدا بخونم بسیار خوب درست است دوستا تشکر سلام مست و مست و میدانی یا نه کپ که مست و میدانی یا نه مست و مست و میدانی یا نه کپ که مست و میدانی یا نه نام خدا همه با هم ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید سلام انتخاب افغان ها بازم خوش آمدین بیننده های نهایت ارجمند شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین و مهمان امشب برنامه ما هنرمند بسیار خوش آواز حمید جان امانی هستن تشکر از نوازنده عزیز که ما را همراهی کردن در آهنگ و تشکر از شما همچنان شما هم همراهی کردین بسیار هارمونی هم زیبا زدین تشکر خب در طول این 9 سال که شما آهنگ میخوانین میفهمین که در مجموع چند آهنگ دارین اگر حساب کرده باشین دارم آهنگ زیاد دارم تقریبا بی از
60-70 آهنگ. نام خدا. بازی 60-70 آهنگ کلش ویدیو کلیپ کردین یا ای که فقط انتخاب کردین تک تکش؟ نه انتخاب کردیم و خواندیم، بعضیم تو جا کنسرت بوده یا تلویزیون بوده. بازی هاش خواندیم. اینطور ویدیو کلیپ رسمی خواهد من دارین که در تلویزیون نشر شود. زیادتر کجا تیار میکنین ویدیو کلیپ هایتان، داخل کشور یا خارج؟ مخصوصا هنرمندای عزیز ما در این وقتا طرف تاجیکستان زیاد میرن برای نه، ما در افغانستان تیار کردیم. بسیار خوب. کدام پروداکشن خاص است که شما را همکاری میکنه در ساختن ویدیو کلیپ تان یا ای که پروداکشن ها زیاد است دیگه، هر کدامش که بدلت کار کرد اون امور همکارای زیاد دارین. بسیار خوب. و نظر همیشه از خودتان میباشه وقتی که ویدیو کلیپ میسازین، قصه و استوری و چیزایش یایی که میمانین که خود دایرکتر چی براتان انتخاب میکنه؟ بعضی وقت نظر خود آدم هم، بعضی وقت نظر کسای دیگه هم شرط است، باید نظر بتن. واقعا راست میگین. خب کارهای مشترک هنری با هنرمندای دیگه داشتین؟ فرق نمیکنه طبقه ناس باشه یا ذکور؟ بله ها داشتیم زیاد. با کدام هنرمندا؟ زیادش همراه می هنرمندای مالی خان زیاد بوده. بسیار خوب. نمیشه که نام بگیرین؟ نام هم اگه بگیرم دیگه کس نام خدا زیاد است. زیاد است. خب حمید جان عزیز، با دختر خانما کدام آهنگ دوگانه داری تا باله؟ تا باله نی. دوست داری با کی داشته باشی اگر داینده کار کنی؟ دوست دارم دیگه که می آوازخانه افغانستان زیادش، دوست دارم همراه اینا کلیپ داشته باشم و بخوانم. بعضیاش مثل خودتان بسیار زیبا میخوانن، مقبول میخوانن. اگه مالی بخوانن یا اگه غربی بخوانن، نام خدا بسیار خوب میخوانن. یک ترکیب بسیار زیبا میاد که بله، یک هنرمند محلی بخونه و دیگه غربی بخونه. خودتان نام خدا پیش کردم محلی بسیار مقبول میخوانین. جان سپاس. خدا کنه من تونسته باشم بخوانم چون محلی نام خدا بسیار مقبول خواندین. قربان شما، سلامت باشین. خب محلی خانه قوالی هم خوانده میتونن؟ بعضیاش خوانده میتونن. من قوالی هم میخوانم، مالی هم میخوانم. به خاطر از اینکه استادم همی دو مکتب پیش میبرد، اون مالی آوازخوان مالی هم بود و قوالی هم میخوان. زیاد قوالی میخوان. بله ها. بسیار خوب. در دوران از اینکه شما رو تدریس میکرد استاد امانی، کدام خاطری جالب دارین از او وقتا که خودت لط کده باشه که موسیقی رو یاد نگرفتی یا ای که؟ همیشه استاد سر احساسات میشه و داغ میای سرت که یک کاری را بدلش نکنی یا چیزی. خب یعنی یک کمک شما را دیگه زجر داده البته در وقت تدریس کردن. باید استاد زجر بده که شاگرد یاد بگیره. استاد باید زجر بده که تو یاد بگیری. اگه او رقم سرسرکی باشه چه وقت یادم نمیگیری نه. او رقم باید که تو کوشش کنه دیگه، احساسات باشه و بزند تا که یاد بگیری. بسیار ها. خب بسیار خب. استاد امانی، خب جمله استادای بسیار بزرگ هستن که تدریس میکنن، بسیار شاگردا دارن و می استادا به صورت عموم کلشون یک ذره اعصابشون خراب میباشه، اما تو راست یعنی قاروق میباشن. زحمت کشیدین دیگه، خودشان زیاد زحمت کشیدن. اعصابایشان قدر دیگه نرمال نیست دیگه. آفرینشان که یکقدر شاگردا تدریس میکنن، شاگرد تربیه میکنن. شاگرد تربیه کردن برای خودت معلوم ماست که بسیار مشکل است. راست میگی، بسیار یک چیز سخت است. یک چیز هر چی میگم اون چیز شما نمیشه، هر چی میگم اون چیز شما باز نمیشه. باید یک راه حل برش پیدا کنی که شاگردت یاد بگیره. شاگردت یاد بگیره نه، بسیار مشکلات های زیاد است که واقعیت راست میگه. خب بیاین که یک آهنگ دیگه شما رو بشنویم. حتما. اما دستین دوست عزیز، یک کف مکان بزنین به افتخار امید جان. آی فیاش کی کی چکا آثاری مشکان برخان، صحبت مرگ مرا با لب پرخند کن. لیلی دوام است لیلی دوام است، کفتر پران است کفتر پران است، چوری بدست لیلی دلش کدام است، چوری بدست لیلی دلش کدام است. یا بریم شودا یا بریم شودا، خدرو پنجی شا خدرو پنجی شا، زیارت با زیارت لیلی سیلو تماشا، زیارت با زیارت لیلی سیلو تماشا.
یاریم درگس یارم درگس گلی صد برگس گلی صد برگس صد سال باشه لیلی آخرش مرگس صد سال باشه لیلی آخرش مرگس بیا بریم شودا خدر و پنجیشا بیا بریم شودا خدر و پنجیشا زیارت با زیارت لیلی سیر و تماشا زیارت با زیارت لیلی سیر و تماشا ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. یک سلام مجدد خدمت وید دوستایی که همین حالا با ما پیوستند. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین و مهمان امشب برنامه ما حمید جان امانی هستند. حمید جان عزیز، بزرگترین آرزوی چی است که تا به حال برآورده نشده باشه؟ بزرگترین آرزوها زیاد است دیگه. بزرگترینش همین است که من هنر موسیقی را دوست دارم، باید یک آوازخوان خوب باشم و کوشش کنم که مردم از من راضی باشن. آرزوی مهمی است که باید و ما اگه اشتباه نکنم یک آرزوی دیگه هم شاید داشته باشین که بخیر پیش خانم و فرزندتان بخیر برسین کانادا. والا او هم حتمی است دیگه باید. نه، به خاطر از اینکه شما خب متعهل هستین، بله، ازدواج کردین. خب چند سال از ازدواجتان میشه؟ یک سال و چند ماهی میشه. بسیار خوب. چطوری وصلت رخ داد؟ به دوستی بود یا ای که بر رضایت فامیل؟ و از دوستاس شناساس ای که بیگانه هستن بخی؟ در حساب وطندار وطندار ماست و هرچی من خانم من دوست داشتم خوش داشتم گرفتم و دوستی گرفتم. خب گفتین داشتم، یعنی حال چی مانم میتونی؟ حال ندارین؟ نه، حالم دارم. چرا؟ اتور کدام گپ نباشه، زیر کاسه نیم کاسه که خانم برادر را دور دیده باشین اینجا. نه، تو کدام گپ نیستن. نه، من یک دانه یک بچه یک دارم، بسیار دوستش دارم، امان جان است و خانم مام خوش دارم زیاد. خداوند موفق و کامگار داشته باشیتان در زندگیتان و به پای هم پیر شمین. تشکر، شما را همچنان. تشکر، سلامت باشین یک جان، سپاس. خب در پهلوی هنر، هنر خودش بسیار کار بزرگ است، بسیار وقت کار داره، بسیار وقت میگیره و شما که من مطمئن هستم هر شب مصروف هستین میرین به برنامه، اوقات بیکاریتون چی میکنین؟ کدام وقته که بیکار میمانین؟ اوقات بیکاری دیگه ما همیشه شبا محفل میباشیم و یک تمرین اونجاست که باید موسیقی کنیم، کسی از ما راضی باشه و خوش باشن
و اوقات بیکاری هم برای خود هنرمند دستی میفهمی که اوقات بیکاری نداره ما شما نه راست یک آهنگ اگر نو برای باید تو رو نوشته کنیم بخوانیم یا چیزی که در ذهن خود ما سور باید سرش کار کنیم اگر درمونه ضعیف باشیم باید دی کار کنیم یا در کار دیگه این چیزا اصلا بیکاری نداریم بیکاری نداریم خب امید جان عزیز با کی رقابت داری در موسیقی محلی موسیقی محلی رقابت دیگه باید رقابت کنی که به جای برسی ولی رقابت سالم باید رقابتی داشته باشی برادرانه دوستانه خب کی است اون نفر که رقابت داری امروش من تو خاص کسی را گفته نمیتونم که من که تو دارم یا کتی دارم میگم نیست من هنرمندای محلی بسیار زیادش رقابت دارن ولی رقابت سالم خوب است خب خیلی باش سرچپه پرسان کنیم که جواب از پیشتان بگیرم فکر میکنین با شما کی رقابت داره والا گفتن نمیتونم مال دیگه بگویم زایه میشن یعنی اصلا نفر نمیگین خیر از بگوین مشکل نیست برنامه شب موسیقی نه تو کدام روز افشا میشه نه خجالت باید نشه کس بسیار خوب خب میریم یک آهنگ دیگه شما رو بشنویم اگر آماده باشین دوستا تشویق کنین اگر یاری منی با من وفا کن سخنهای مرا با دل نگاه کن سخنهای مرا با کس نگویی اگر گفتی رفیقی را رها کن سخنهای مرا با کس نگویی اگر گفتی رفیقی را رها کن گلی دیدم گلی گلاب دیدم گلی داشتم میانه ها بودیدم گلی بوی کرده هم بوی نداره که دیشب بی وفا را خواب دیدم تو چشمانت خیرات در عالم اندار تو ابرویت با جان مادم اندار به سوز خانه لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم اندار یار میدگک دار یار خوردرک دار نام جنم فاما خوش خلق و بد اخلاق است راز جنم فاما یار خوش خلق و بد اخلاق است راز شنم فام راز شنم فام در جهان میرو وفا نیست بیا که خوش کنیم چار روز جوانی امید زندگی امروز سبا نیست سفر کردی کجا رفتی نگار جا که بیچون و چرا رفتی نگار جا سفر کردی بیا ز پیش چشم ما رفتی نگار جا خورترک چی بباک است خورترک چی بباک است جای لو بد اخناق است پاچه تا کمر بالا آب تا به مشتاق است آب تا به مشتاق است یار میدگک دار یار جانم فام خوش خون کو بد اخلاق است راز جانم فام خوش خون کو بد اخلاق است راز جانم فام راز جانم فام راز جانم فام
ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. بازم خوش آمدین بیننده های نهایت ارجمند. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین و مهمان شب برنامه ما حمید جان امانی هستن. امیال یک آهنگ بسیار زیبا را اجرا کردن و ناگفتن امانه نوازندهشون بسیار خوب امرایشان میکنن. برای یک هنرمند نوازندهش چقدر مهم است و چقدر رول داره در آهنگش؟ برای هنرمند، برای خصوصا آوازخوان، تو یک گپ واضح است که میگه ساز آواز. اگه ساز نباشه آواز هیچ وقت، تنها اگر چی بخوانی هیچ بی‌کیف است نه. واقعا و آوازخوان باید که هنرمند باشه، کتش نوازنده باشه، همراهیش کنن. نوازندهت همیشه همراهت می باشه هر جایی که میری یا اینکه بعضی جایا میشه که بدون از اینا بری؟ نه، ما بدون از اونا جای نرفتیم و میشه که در محفلا و جایا میرم یا نوازنده های همراهی ما است. همراهت هم مختصن و کار میکنن. از چند سال میشه که همراهت کار میکنن نوازندهت به اصطلاح؟ مختلف از دیگه، یکیش میشه 10 سال میشه، یکیش میشه 2 سال میشه، یکیش میشه 2 ماه میشه. این تو یک چیزایی است. نام خدا، خداوند دوستیتان زیادتر کنه و دوامدارتر کنه. خب بعض اوقات البته بعض مشکلات هم پیدا میشه. با این خودت کدام تجربه کردی با نوازنده که گفته باشه برو من دیگه امرت نمیخوانم یا من کار نمیکنم؟ نه، نوازنده همیشه سر آوازخوانا کار میکنن ولی آوازخوان کار نمیشه. خب باز چی میکنی که پس به اصطلاح چی کنی رامشان کنی؟ خب میفهمن دیگه که تقصیر کار من نیستم یا گناه از من نیست. باز خود اونا خودشان قاضی میشن و قضاوت میکنن که بسیار خوب. اگر کدام وقت هم شده که از پیشت قصد گرفته باشند، در کدام جای رفته باشی که تشان خار باشی موسیقی تا برات درست نزده باشند؟ نه، باز زور قم نمیشه دیگه. ما خودم دیگه باز با پای کلتان تمام میشه نه؟ یا میشه پشت آوازخان ها میرن نه؟ نوازنده پشت آوازخان میره. هیچ وقت کدام تخطی نکدن، همیشه همراه شما همراه بودن. خب امیدوار هستم که تا آخر همتر باشن، همراهتان خوب بنوازن و شما خوب بخانین. بله. بسیار خوب. آهنگای مست زیاد خوش داری یا آهنگای آرامه که بخوانی؟ البته خودت که میخوانی از کدامش لذت میبری از خواندنش؟ آهنگ مست هم میخوانیم، آرام هم میخوانیم. خواهد توی اگه پس که چیزی که مروج است، چیزی که دوستا میشنوند باید او را بخوانیم. راست میگین. به چند زبان شما تسلط دارین یا بلدیت دارین که بتانین آهنگ بخوانین؟ آهنگ میخوانیم. آهنگ توی اگه پس که فعلا باید آوازخوان زیاد زبان ها را باید بفهمه. کسی که محفل میره، کسی که پروگرام میره باید اردو بخونه، پشتو بخونه، فارسی بخونه، ایرانی بخونه. راست میگین. چیزا را باید. بس کدام آهنگ انگلیسی را بلد هستین؟ انگلیسی را تا اول تمرین نکردیم. بسیار خوب. خب میریم، ما آهنگ خودم میخوانم، درست است دوستا؟ بریم بخیر. دلبر برت بخوانم آهنگ عاشقانه، بشنوی دلبری من فریاد شاعرانه، دلبر برت بخوانم آهنگ عاشقانه، بشنوی دلبری من فریاد شاعرانه.
بازم خوش آمدین بیننده های نهایت ارجمند. شما بیننده برنامه شب موسیقی هستین و مهمان امشب برنامه ما حمید جان امانی هستن. بازم تشکر نوازنده عزیز که با من نواختین. جان سپاس از شما همچنان تشکر و از حاضرین محترمم که بسیار گرم استقبال کردن. جان سپاس قربانتان. خب حمید جان، آیا گاهی اطور اتفاق افتاده که کدام کار را انجام داده باشی یا کدام آهنگ را خوانده باشی بعدش بسیار زیاد ندامت کرده باشی از او که ای کاش خوانده را نمی‌خواندم یا ای کاش این کار را در موسیقی انجام نمی‌دادم؟ بعضی وقتا هم تو یک اتفاق افتیده که آهنگی را که دلم نخواسته و کسی سرم را چیز کرده که باید بخوانی جبری و جبری و لذت هم نداره دیگه، باید دل خودت بخوای که یک چیزی را بخوانی. ها تو اتفاق افتیده. باز چی کردی؟ به حساب کدام تدابیری گرفتی که آینده باید نخوانی و آهنگ یا ای که چی احساس برات رخ داده؟ دفعه می اسم میخوایم بفهم. خب این بقدر یک احساس بوده که اونمو ساعت از گپ از اونمو نفر خلاص شدیم، خلاص دیگه کدام. فقط خواندی گپشان از زمین ننداختی. بسیار خوب. خب دوستان نهایت ارجمند، ما در لحظات اخیر برنامه قرار گرفتیم. ناگزیر از شما عزیزا خداحافظی کنیم. اگرچه که برنامه بسیار برنامه زیبا بود و بالخصوص حمید جان امانی را که باش مصاحبه و گفتگو کردیم بسیار خوشایند بود. امیدوار هستم که برنامه ما هم به شکل یک خاطره در ذهن شما برای همیشه باقی بانه. بله اما تو یک گپ هست. تشکر از شما و تشکر از کسانی که ما را اینجا دعوت کردن. جهان سپاس. و تشکر از دوستایی که ما را شنویدن و یک سلام خاص دیگه، یک خداحافظی برای کسایی که در تلویزیون پرده تلویزیون ما را دیدن دیگه، خواهش میکنم از پیشان زیاد. جهان سپاس، یک جان سپاس. خب دوست عزیز، ما در لحظات اخیر برنامه هستیم. آهنگ اخیر برنامه را حمید جان امانی براتون تقدیم میکنه. ما قبل از اینکه خدافیزی کنم از شرکت مخابراتی سلام سپاسگزاری میکنم که برنامه شب موسیقی را اسپانسر شدن. شما عزیزا را به خداوند پاک و لایزال میسپارم تا باز با یک برنامه جدید و با یک هنرمند دیگه که در حضورتان قرار میگیرم شما را به خداوند پاک میسپارم. شب بسیار خوش. خدا حافظ. شب حسوس دل گفتم قلم را، بیا تحریر کن غمای دلم را، قلم گفتا برو بیچاره هاشه، ندارم طاقتی کوی غم را، اگر یاری سخنهای مرا با کس نگویی، اگر گفتی رفیقی راه مسافری چی در داره
تنها می شویم از پیش مسافر چشم تر داره خدا جمعه امان خالی بری رویت منم یا امان نارنج خوش بویت منم یا روی چرا بیهودم I'm
تا شب موسیقی دیگر با همکاری سیمکارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان.